یه دونه سوال از دامنه حل میکنم که گول میدم روش حل متفاوتتر و آسونتر از روش حل همه و همه خواهد بود. اگه مبحث انتقال رو به خوبی یاد نگرفتی، برو همین الان پست انتقال تابه رو به خوبی یاد بگیر، بعد بیا این سوال رو حل کنیم. این سوال گفته دامنه تابه این اینه. خب دامنه تابه این شامل چند عدد صحیحه؟ از گزینه هم نمیتونیم استفاده کنیم. اگه مبحث انتقال رو به خوبی یاد بگیری، همین الان برام میگی که این 1 و -4 یا -3 و -1 تأثیری روی دامنه نمیذارن. این اعداد نمودارم رو در راستای عمود یا در راستای محور ایگرک ها نمودارم رو تغییر میدن، نه در راستای محور ایکس ها. خب پس این اعداد ها، این عدد ها تأثیری روی دامنه من ندارن. اگه نیاز باشه تأثیرشون روی برد تابه هست. خب پس این اعداد بی تأثیر هستن توی پیدا کردن دامنه، فقط این اعداد کوچولوها دامنه منو تغییر میدن. برای پیدا کردن دامنه این تابه، من برای این تابه خب یه نمودار فرضی میکشم، یعنی f2x یه نمودار فرضی که دامنش از -2 باز تا 2 بسته بشه، یه نمودار فرضی از خودت بکش. خب من میخوام با طی مراحلی از این f2x برسم به -f(-x^3)/4. من از این ضابطه بعد طی مراحلی میخوام برسم به f(-x^3)/4. توصیه من اینه که ابتدا این fx رو ذرائبش رو خونسا کن، یعنی f2x رو به fx تبدیل کن، بعد از fx برس به ضابطه ای که میخوای. من چه جوری از f2x به fx میتونم برسم؟ اگه به جای x ها x2 جا گذاری کنم، یه 2 و 2 میره میمونه fx. اگه مبحث انتقال رو باز به خوبی یاد بگیری، گفتیم که هر بلایی که بر روی x ها توی ضابطه بیاریم، توی نمودار برعکسش اتفاق میفته. یعنی من اینجا x ها رو 1/2 برابر کردم، توی نمودار x ها چند برابر میشه؟ برعکس 1/2 میشه 2 برابر. -2 ضرب در 2 بشه میشه -4، 2 ضرب در 2 میشه 4. بعدش من میخوام از این fx برسم به این. اگه به جای x ها ابتدا x^4 جا گذاری کنم، همین الان میشه fx^4. اینجا x ها رو /4 کردم، توی نمودار x ها نقاط x 4 واحد میاد به سمت چپ، یعنی -4 میشه -8، 4 تا ازش کم کنم میشه 0. و در مرحله آخر من به جای همین x ها -x^3 جاگذاری کنم، ضابطه‌ای که میخواستم بهش میرسم. همینجا توی ضابطه x هام رو -3 برابر کردم، توی نمودار x هام -3 برابر میشه، یعنی میشه 24، 0 ضرب در -3 میشه 0. خب پس اگه من باز دامنم رو به صورت باز بنویسم، دامنه این تابه میشه، دقت کن همین نکته ای که من تغییرات روش انجام دادم، از ابتداش تو خالی بود، از ابتداش تو پر بود، یعنی دامنه من میشه از 0 بسته تا 24 باز. توی این بازه چند عدد صحیح وجود داره؟ 24 تا. به همین راحتی.